اینجا مسجد رانگونی هاست که در جنوب غربی پالایشگاه نفت آبادان و در کنار اروند رود واقع شده است. زمانی که آبادان به عنوان اولین واحد تصفیه نفت ایران و مرکز عمده صدور فرآورده‌های نفتی مطرح شد، هزاران تبعه انگلیسی، هندی و پاکستانی به این شهر مهاجرت کردند. مهاجرین مسلمان که غالباً در مذهب سنی حنفی بودند، در صدد تأسیس عبادتگاه در زمین‌های شرکت نفت شدند و با موافقت شرکت مسجد را در سال 1299 خورشیدی بنا نهادند. این مسجد در واقع به دست کارگران پاکستانی و مهاجرانی از اهالی رانگون، پایتخت کشور میانمار، احداث شد و به همین دلیل مردم اینجا را به نام مسجد رانگونی ها نامیدند. مسجد دارای 4 گنبد کوچک و 2 مناره، شبستان، حیات اصلی، محراب و مؤذنه است. متولی مسجد شیخ عبدالرشید مندل بود و امامین جماعت آن شیخ قادری هندی، حاج آقا رنگونی و سپس محمد اسلم راجا بودند. در پیشانی رنگین ورودی مسجد آیه بسم الله الرحمن الرحیم و لا اله الا الله و محمد رسول الله منقش شده است. این بنا از لحاظ معماری مشابه به معماری هندوستان و برگرفته از آن منطقه است. در آرایه‌های این مسجد از طرح‌های گچبری برجسته به صورت روکش سیمانی استفاده شده است که به ساختمان زیبایی دوچندانی بخشیده و آن را چشم نواز کرده است. یکی از ویژگی‌های بارز مسجد محراب گلگونه است که بسیار زیبا و هنرمندانه ایجاد شده است. رنگ‌های گوناگون و طرح‌های نقش بسته بر دیوارهای محراب نمادی از بهشت برین است. همچنین شکل‌ها و گل‌های بکار رفته بر ستون‌های مسجد گویای عبادت انسان و محبت او به معبود یگانه و معنویت ایجاد شده در فضاست، که البته همه اینها حاکی از این است که این مکان به دست انسان‌های والا و هنرمندی ساخته شده است. این بنا در تاریخ 9 فروردین سال 1378 به عنوان یکی از آثار ملی در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید.